به نام خالق طعم‌ها و مزه‌ها. طرز تهیه پنیر خانگی که مواد مورد نیاز را در فیلم مشاهده می‌کنید و جزئیات آن در سایت نوش جان موجود می‌باشد. دوستای عزیزم، برای تهیه پنیر خانگی شیر رو ریختم توی یه قابلمه، چون شیرم سرده درشو می‌بندم، ولی حواسم خیلی بهش هست، برای که خیلی سریع شیر وقتی به نقطه جوش میرسه کف میکنه. خامه ترش داریم که اینو همش میزنم که یه تیکه نباشه. برای اونایی که چربی خون بالا دارن بهتر از شیر کم چرب استفاده کنن، ولی برای آدمایی که چربی خون ندارن از شیرهای پرچرب هم میتونن استفاده کنن. یه دونه دستمال کی یا کیسه یا تنظیف رو آماده کردم برای مرحله بعدی. به جای تنظیف میتونین از یه دونه صافی خیلی خیلی ریز هم استفاده کنید. الان شیر من جوش اومده، داره یواش یواش میجوشه. زیرش رو کم کردم بعد از اینکه جوش اومد که یه دفعه سر نیاد. خامه ترش رو که یه کمی مخلوطش کرده بودم بهش اضافه میکنم. دوباره همش میزنم به این شکل. چون خامه سرد بود اینو از جوش انداخ شیرو، برای همین دوباره یکم زیرش رو زیاد کردم که بازم به جوش بیاد. وقتی که میخوایم سرکه سفید رو به شیر و خامه ترشی که با هم دیگه قاطی کرده بودیم اضافه کنیم، باید شیرمون در حال جوش باشه. اونایی هم که نمیخوان از سرکه سفید برای بریدن شیر استفاده کنن میتونن از ماست، مقدار زیادی ماست استفاده کنن. الان آنچنان که مشاهده میکنید شیر به جوش اومد، سرکه سفید رو بهش اضافه میکنم، همش میزنم. خیلی سریع شیر میباره و به تیکه های این شکلی، تیکه های این شکلی در میاد. دیگه الان زیرش رو خاموش میکنم، میذارم کنار. یه دونه تنظیف و کیسه به شکل کیسه من در آوردم آماده کردم، از صافی های خیلی ریز هم میتونید استفاده کنید. الان این تیکه های پنیر شده دیگه، الان اینها رو میریزم توی این تنظیف به این شکل تا همش ریخته بشه توی این کیسه. بعدن اونو به هر شکلی که دوست دارین پهنش کنید توی اون صافی. یه ظرف سنگین که من از این ظرف شیشه‌ای و آب توش ریختم استفاده کردم، بذارینش روی پنیر تا آب پنیر در بیاد. حداقل 2 ساعت اینو بذارین که این دیگه یه پنیر متوسطه، نه زیاد سفت نه زیاد شل به دست میاد. هرچی بیشتر بمونه اون ظرف سفت بالای پنیرتون خشک‌تر میشه. اون آبی هم که اضافه اینجا ایجاد شد این رو هم دور نریزین، چون سرشار از کلسیومه. شما میتونین ازش توی سوپ استفاده کنین، میتونین ماست ترش بهش بزنین و نمک و عرق نعنا یا کاکوتی به عنوان دوغ از اون استفاده کنین.
الان دیگه پنیر ما آماده شده. 2 ساعت من توی پارچه گذاشتمش، یه چیز سنگینم گذاشتم روش و الان در کنار شما پنیر رو از توی پارچه در میارم. این پنیره اینجا از آبی که باقی مونده بود وقتی که شیر رو توش سرکه ریختم و برید، یه مقدارش رو نگه میدارم به این شکل. 2 تا قاشق ماست رو هم میزنم کاملا. به این آب پنیره باقی مونده بود اضافه میکنم، یک کمی هم نمک میریزم. این رو هم مخلوط میکنم. در ضمن میتونین به جای این از دوغ هم استفاده کنین، یعنی پنیرتون رو بندازینش توی دوغ. پنیر رو تیکه میکنم به اندازه هایی که دوست دارید. میندازمش داخل این آب و میذارم توی یخچال، هر وقت میل داشتیم ازش استفاده بکنیم. امیدوارم شما هم درست کنید، دوست داشته باشین. نوشه جان.